در آستانه فرا رسیدن زادروز خجسته رسول خدا صلی الله علیه و آله بنیاد جهانی آیت الله شیرازی بیانیه ای صادر کرد به گزارش شیعه ووز در این بیانیه که نسخه ای از آن برای این خبرگزاری ارسال شده آمده است ما میلاد آن حضرت ها تهنیت گفته از ملت های مسلمان دعوت می کنیم تا با توجه به شرایطی که ملت های اسلامی در آن گرفتارند مانند عدم وجود اتحاد کلمه وجود اختلافات، فراگیر شدن چالش ها و جنگ ها در این جوامع، کتاب و شریعت الهی و سنت ها و آموزه های پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و را ملاک عمل قرار دهند. این بیانی ادامه داد دشمنان اسلام به ملت ها و کشورها و محدوده های جغرافیایی بدر شده و ثروتها و امکانات و دارایی این امت پراکنده گشته و مسلمانان با وجود همه مصیبت های پیش رو با این مصیبت ها نیز دست به گریبان هستند بنیاد جهانی آیت الله لزمان شیرازی افزود پس از آن که طراحان فتنه توانستند دستیسه کرده و دشمنی و جنگ و خونریزی را گسترش دهند مسلمانان شیعه مذهب نیز همانند عموم مسلمانان دوچار پراکندگی شده و این فرایند شدیدن آنها را درگیر کرده است این بیانیه ادامه داد متاسفانه بسیاری از فریب خوردگان اتهامات هایی را دنبال می کنند که نهادها، مراجع و علمای تشیع را هدف تهمت و دروغ پردازی قرار می دهند. این بنیاد جهانی افزود در این رویدادهای نوظهور نامه امام رضا علیه السلام خطاب به شیعیان خود را یادآوری می کنیم. ایشان از شیعیان و محبان خود خواستند که به تمسک به روش امامان خود و وسایا و سفارش های آنان پایبند باشند تا از این ره گذر فرصت را از آنهایی که میکوشند به مردم آزار برسانند و, آنان را, آن آن را دوچار تفرقه کنند بگیرند این بیانیه در ادامه با ذکر قسمتی از آن نامه نامه حضرت آورده است لازم است نهادها، راهبران و های اجتماعی در جوامع شیعه همسو بوده و هوشمندانه به مسائلی که در عرصه های سیاسی، امنیتی و اجتماعی مسلمانان شیعه مذهب بروز می کند رسیدگی نمایند. این بیانیه در پایان تاکید کرد مرجعیت شیعه آیتالله الله العظما صادق حسین شیرازی مدظله العالی همواره بر وحدت کلمه دوری از تفرقه حفاظت و سیانت از کیان اسلام و مذهب حق تشیع و پایبندی و اجرای تعالیم مکتب اهل بیت علیهم و گستاراندن محبت و صلح در جهان تاکید میکنند